بعضی صداها را ما و شما میشنویم، اما نمیدانیم که این صدا چه میگوید. صدای چهچه پرندگان را میشنویم، اما نمیدانیم این پرنده چی چهچه میکند. این پرنده خدا را میخواند و عظمت رب العزت و الجلال را بیان میکند. یک پرنده خدا را بی نیاز از رب العزت و الجلال میداند. پرنده خدا را میشناسد، عظمت خدا را میداند و خدا را عبادت میکند. تسبیح، مکلف نیست به عبادت، باز هم خدا را تسبیح میگوید. یک پرنده، عالم پرندگان چقدر عالم بزرگی است، همه تسبیح میگویند برای رب العزت و الجلال، همه خدا را به بزرگی یاد میکنند. الله میفرماید الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان و زمین برای خدا تسبیح میگویند. و طیر صافات، پرندگان وقت پرواز میکنند و بالهای خود را باز میکنند، اونجا میگن خدایا تو بزرگی. سبحان الله. و طیر صافات، پرندگانی که بالها را باز میکنند وقت پرواز میگن خدایا تو بزرگی. من به بلند میروم، از روی زمین بالا میروم، اما من پرندهام، بزرگ نیستم، تو بزرگی. سبحان الله. این حالت پرواز یک حالت اولویت را نشان میده که پرنده از زمین میره بالا، اولویت. اما پرنده میگه خدایا من پرواز میکنم، من به بالا میروم، اما تو بزرگی، اما تو بزرگی. و طیر صافات، پرندگان بالها را باز میکنن، خدا را یاد میکنن. بعد خدا میفرماید کل قد علم صلاته و تسبیحه. الله اکبر. همه مخلوقات، پرندگان، خزندگان، درندگان وقت خدا را تسبیح میگویند، حضور ذهن دارند و میدانند که ما کی را یاد میکنیم و کی را به بزرگی میخوانیم. پرندگان میدانند که ما رب داریم، رب العزت و الجلال. سبحان الله. این آیه میخواهد برای ما بگه که تسبیح موجودات آگاهانه هست. اگر پرنده خدا را یاد میکند، حضور ذهن دارد، میدانه که من خدایم را تسبیح میگویم و به بزرگی یاد میکنم. خیلی ها به سر نماز حضور قلب ندارد، اما پرنده میداند که وقت تسبیح گفتن باید تمام هوشم به طرف خدایم باشد. ای عالم پرندگان، من و تو را به رب العزت و الجلال میرساند. عالم پرنده خدا را یاد میکند، وقت یاد کردن خدا هم میداند که من ای رب را یاد میکنم. و طیر و صافات، بعد میگه ای آیه پرندگان وقت میرن طرف بالا به طرف آسمان ها، وقت پرواز میکنن به تسبیح او مشغولن. خیلی ها وقت پرواز میکنن توسط تیاره ها غافل از رب العزت و الجلال، اما پرنده هنگام پرواز میگه خدایا تو بزرگی، تو بزرگی. تو بزرگی رب. پرنده میداند، پرندگان خدا را یاد میکنن و تسبیح و عظمت رب العزت و الجلال را یاد میکنن. سنگها و کوها ارتباط دارن با رب العزت و الجلال و عظمت و بزرگی خدا را میگویند. الله تبارک و تعالی میفرماید و این منها لما یهبط من خشیت الله. خیلی از سنگها از سر کوها به خاطر خشیت و عظمت رب العزت زمین فرود میآیند. دیدیم خیلی سنگها از روی کوها افتاده به زمین. قرآن میگو از عظمت رب العزت و الجلاله. این سنگ میداند که خدا کیست، که خدا رب عظیم و بزرگ است. از خشیت خداوند سنگ از بالای کوه به زیر کوه میآید. بعد آیه دیگه الله رب العزت میفرماید و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر.
همراه داوود رام کردیم که کوها هم با داوود خدا را یاد بکنه. کوها تسبیح تو میگوین خدایا، زمین و آسمان تو را میخوانن، تو چی بزرگی. از عظمت تو، از بزرگی تو سنگ به زمین فرود می آید، اما به خیلی دلها این عظمت تو تأثیر نمی کند ای رب. خیلی ها هنوزم غافلن، اما سنگ و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء، خیلی سنگ ها شق میشه و از او آب بیرون میشه. خیلی دلها از سنگم سختر میشه. اینا هم خدا را یاد میکنن. ارتباط داره سنگ با رب العزت و الجلال، ارتباط داره کوها با رب العزت و الجلال. زمین و آسمان تسبیح تو را میگویند، هر کس به زبان صفت حمد تو گوید، کوه به زبانی که تو میدانی، مورچه به زبانی که تو میدانی، پرنده به زبانی که تو میدانی، همه تو را یاد میکنن و تو عظیم و بزرگی ای رب. اجمعا صلوات بله. رعد تسبیح خدا را میگوید. هنگامی که ابرها با همدیگر تصادف میکند، صدایی به غرش بالا میشود که او را قرآن به نام رعد یاد میکند. اصطلاح ما پای غرغوری، یک صدای وحشتناک گاه پنجره های خانه را می لرزاند. الله میگه اون صدا صدای تسبیح است که رب العزت و الجلال را یاد می کند. سبحان الله. این وقت غرش میشه، به ناگه من و تو را می لرزاند و دلها را می لرزاند، اون عظمت خدا را یاد می کند. الله رب العزت می فرماید و یسبح الرعد بحمده، سبحان الله، و الملائکت من خیفته. رعد همون پای غرغوری ما، با ستایش و فرشتگان از بیم و ترس تسبیح او را میگویند. همه عظمت خدا را میدانند. همه میدانند که چه رب عظیم و بزرگ داریم. همه با او ارتباط دارند. رعد و تو و یسبح الرعد بحمده. رعد تسبیح خدا را میگوید و غافل از رب العزت و الجلال نیست. ملائکه تسبیح خدا و عظمت رب العزت و الجلال را بیان میکنند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ملائکه خدا همه اونهایی که حاملین عرشن، اونهایی که در اطراف عرشن، عرش رب العزت و الجلال، همه به تسبیح او و به بزرگی او مشغولند. عالم ملائکه، عالم انسان، عالم جن، عالم حیوان، عالم پرندگان، عالم درندگان، عالم خزندگان، همه به همه میگن خدایا تو بزرگی. همه خدا را یاد میکنند. حدیث صحیح که ابو داوود در سننش حدیث 4727 روایت می کند، پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند خداوند به من اجازه داده که برای شما بگویم یکی از ملائکه های پروردگار چنان بزرگ جسمش و جسهش که میان این نرمه های گوش تا گردنش 700 سال راه است. وقتی این نرمه گوش تا گردن انسان از من و شما خیلی کمه، چند سانتی متر، اما اون ملک 700 سال مسیر راه فقط میان نرمه گوش و گردنش هست. چقدر بزرگه. او با همه عظمت سر سجده میگذاره، میگه سبحان ربی الاعلا، خدایا تو رب کریم و بزرگی. با تمام عظمتی که داره میگه تو بزرگی، من بنده تو هم، من عبدم، من بزرگ نیستم. اگر جسه هم بزرگه، من بزرگ نیم، تو بزرگی، تو صفت، تو عظمت ای رب العزتی و الجلال.